گیلاسیا سلام، با یه فیلم دیگه اومدم به اسم I Spit on Your Grave یا روی قبر توف میکنم. این فیلم دارای سه قسمت متفاوت که فعلا قسمت اولش رو با هم میبینیم. حواستون باشه که طبق معمول قرار صحنه های آزاردهنده ای رو ببینیم و اینکه کل فیلم قرار اسپویل بشه. از الان گفتم که آخرش بهم فوش ندید. فیلم با نمایش دختر نویسنده ای به اسم جنیفر شروع میشه. کلبه ای توی جنگل اجاره میکنه تا بتونه رمان خودش رو توی آرامش و سکوت بنویسه. وقتی که با ماشینش به شهر لوئیزیانا میرسه، اول از همه به پیش صاحب خونه یعنی ارل میره. ارل میره تا کلید ای بابا. از اول وقتی که با ماشینش به شهر لوئیزیانا میرسه، اول از همه پیش صاحبونه یعنی ارل میره تا کلید کلبه به همراه آدرس دقیق رو ازش بگیره. بعد از کمی رانندگی، جنیفر راهو تا حدودی گم میکنه و برای اینکه بیشتر از این گم نشه جلوی یه پمپ بنزین توقف میکنه تا آدرس رو بپرسه. متصدی پمپ بنزین که اسمش جانیه راهنماییش میکنه و سعی میکنه در همین حین مخ جنیفر هم بزنه که وقتی دستش رو نزدیکش میبره، جنیفر گرفته میترسه و پسش میزنه. این اتفاق باعث میشه اندی و استنلی که دوستای جانی هستن بهش با صدای بلند بخندن و کلی سوجش کنن. جنیفر به سرعت اونجا رو ترک میکنه و به کلبه میرسه. اون خیلی سریع لوازمش رو به خونه میبره و سعی میکنه زودتر از آرامش اونجا استفاده کنه تا کار روی رمانش شروع بشه. روز بعد جنیفر لباسا رو میکنه تا یکم لب دریاچه استراحت کنه و با اینکه صداهای عجیبی میشنوه توجهی بهشون نمیکنه و به خوشگذرونیش ادامه میده. شب دوباره صداهای عجیبی از بیرون کلبه میاد و این بار برای چک کردنش میره به سمت انبار و میبینه هیچ چیز جز چند بطری سم اونجا وجود نداره. وقتی برمیگره و اتفاقی وان شرابش روی لباسش میریزه، میره به آشپزخونه تا لباسش رو بشوره. اینجا میفهمیم که یه نفر با دوربین داره جنیفر نیمه برهنه رو نگاه میکنه. صبح روز بعد برای ورزش کردن از خونه میره بیرون و به یه کلبه مخروبه برخورد میکنه. از اونجایی که دختره فیلمای ترسناک همشون زیادی فوزولن، میره داخل تا بفهمه چه خبره و وقتی هیچ چیز جالبی پیدا نمیکنه به کلبه خودش برمیگرده. وقتی میفهمه لوله کشی ساختمونش با مشکل مواجه شده، به یه شرکت خدماتی که شمارش همونجا زنگ میزنه و لوله کشی به اسم ماتیو که این مقدار مشکل کنسنی و لکنت زبون هم داره سر میرسه. ماتیو مشکل رو حل میکنه و جنیفر هم از خوشحالی اونو بغل و بوس میکنه. کشم نشدیم. ماتیو که به شدت خجالتیه سری میدو از اونجا میره بیرون. توی جنگل متصدی پمپ بنزینی که قبلا دیدیم یعنی جانی با دوستاش اندی و استنی دارن عشق و حال میکنن و همینطوری برای تفریح پرنده هم میکشن. با دیدن دوربین فیلمبرداری دست استنلی میفهمیم اونی که قبلتر جنیفر رو دید میزده اون بوده. استنلی کلا علاقه زیادی به فیلمبرداری و مستندسازی داره. حالا جلوتر اینو بیشتر میفهمیم. همون لحظه ماتیو بهشون میرسه و میفهمیم که همو میشناسن. ماتیو از اینکه جنیفر بوسش کرده میگه، ولی جانی با مسخره کردن نمیخواد اینو باور کنه چون خودش قبلتر پس زده شده. شب که میرسه جنیفر دوباره صدای پا میشنوه و بیرون رو چک میکنه. وقتی میبینه هیچ خبری نیست و فقط یه پرنده مرده روی تراس خونه افتاده، به داخل برمیگره که میبینه عکسی از همون سه تا پسر روی صفحه لپتاپش است. اینجاست که با وحشت متوجه میشه اون سه نفر وارد خونه شدن. استنی دوربینش دستشه و با خشونت ماتیو رو صدا میکنه تا بیاد و شریکشون بشه. جانی به عنوان رهبر گروه سعی میکنه به جنیفر بگه کاری نداریم و بیا بشین مشروب بخوریم. بعد از جواب رد جنیفر، جانی عصبی میشه و به تهدید و زور جنیفر رو روی زمین میشونه و لوله تفنگ خودش رو توی دهن اون میکنه. بعد از کمی حرکات مثلا جنسی از جانی، اندی میاد و همون کار رو با بطری مشروب انجام میده. جنیفر یه لحظه جرأت پیدا میکنه و با همون بطری محکم به پای اندی میزنه و بعد با استفاده از اسپری فلفلی که همراهش هست موفق میشه از خونه فرار کنه. حین دویدن توی جنگل به کلانتر اون محل برخورد میکنه که اسمش استورک. اون به همراه صاحب اصلی کابین یعنی ارل در حال شکار توی جنگل بودن که جنیفر توضیح میده چند تا پسر خواستن بهش تجاوز کنن و تونسته فرار کنه. استورک بهش میگه که پلیس و کمی آرومش میکنه. بعد به ارل میگه بره خونه و خودش همراه با جنیفر به سمت کلبه میره تا امنیتش رو تضمین کنه. بعد از اینکه میرسن، استورک با اسلحه خودش وارد میشه و بعد از کمی گشتن به بطری مشروب شکسته شده و یه رول ماریجوانا که قبلا برای خود جنیفر بوده برمیخوره. بعد از دیدن این صحنه شروع به بازجویی جنیفر میکنه و میگه تو حق نداری به افراد محلی اینجا که آدمای خوبیان تهمت علکی بزنی. خودت مواد کشیدی و همش توهم خودت بوده. بعدش از جنیفر میخواد دستش روی دیوار بذاره تا بتونه بگردتش و این تفتیش بدنی کلا یه حالت جنسی یا به اصطلاح خودمون تجاوز به خودش میگیره. با ورود پسرا به کلبه میفهمیم کلانتر هم عضوی از همین گروهه. بعد از یه سکانس وحشیانه، کلانتر جنیفر رو روی زمین میندازه و همه پسرا ماتیو کونزن رو مجبور میکنن به جنیفر تجاوز کنه. اینا همش
خودش در حالیه که استنلی داره به دقت از همه چیز فیلم میگیره. بعد از تموم شدن کار متیو با اینکه جنیفر حال جسمیش افتضاحه، به زور از جاش بلند میشه و از اونجا میره بیرون. توی جنگل دوباره به همین گروه برمیخوره. اونا منتظرشن و به زور بعد از سعی برای خفه کردنش توی آب روی زمین میندازنش. کلانتر استورک میاد و اونم به شکل وحشیانه ای به جنیفر تجاوز میکنه و همه پسرها یه بار این کار رو انجام میدن. جنیفر با حالی داغون کم کم به هوش میاد، بدون هیچ لباسی، غرق توی گل و کثافت. اون دیگه چشماش هیچ احساسی ندارن و تیکه عصبی گرفته. بدون هیچ فکری بلند میشه و آروم قدم میزنه تا حداقل یکم از این گروه عوضی دور بشه. پسرا به همراه کلانتر با شوخی و خنده پشت سرش میان. وقتی به پل روی دریاچه میرسن، کلانتر اسلحه‌اش رو میکشه تا اونو بکشه، ولی قبل از شلیک جنیفر خودش رو توی دریاچه میندازه تا خودکشی بکنه. وقتی مطمئن میشن دیگه روی آب نیومده، به سمت کلبه میرن تا همه لوازمش و سرنخا، مخصوصا فیلمای استنلی رو آتیش بزنن. کلانتر به خونه خودش میره و با خوشحالی با زن و دختر خودش خوش میگذرونه، جوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. روز بعد هم کلیدای کلبه رو برای ال که صاحب اصلی بود میبره و بهش میگه جنیفر بدون هیچ حرف و دلیلی شهر رو کلا ترک کرده. چند هفته میگذره و گروه بدون هیچ نگرانی دارن به زندگی عادیشون ادامه میدن. تنها کسی که حالش آشفته است و اکثر وقتش رو توی جنگل تنهایی میگذرونه متیوه. متیو هر از گاهی توهم میزنه که جنیفر از توی جنگل داره نگاهش میکنه و قصد داره اونو تسخیر کنه. برمیگردیم پیش اندی و جانی که دارن با هم صحبت میکنن. استنلی با نگرانی میدوه سمتشون و میگه دوربین فیلمبرداریم و همه چیم دزدیده شده. وقتی ازشون پرسن حالا مگه چی توشون داشتی، استنلی با استرس جواب میده فیلم تجاوز به جنیفر رو نسوزونده بودم و برای خودم نگه داشتمش. جانی هم یه کتک مفصلی میزنتش و دعواشون میشه. همون شب جانی از بیرون خونه خودش صدای پا میشنوه. برای چک کردن بیرون میره و یه پرنده مرده روی تراس پیدا میکنه. با عصبانیت پرنده رو میندازه پایین و برمیگره داخل. دوباره صدای پا میاد و این بار با تفنگش میره بیرون. میبینه دوباره همون پرنده روی تراس خونه افتاده. کمی فریاد میزنه و میره داخل خونه، ولی بازم صدا از بیرون میشنوه. این بار با عصبانیت میاد بیرون که دمپایی جنیفر رو روی پله میبینه. به سرعت میره پایین تا دنبال صدا بگرده، ولی هیچی دیگه نیستش. میریم به خونه کلانتر استورک، جایی که همسرش بهش میگه یه بسته برامون ارسال شده. کلانتر بسته رو چک میکنه و میبینه یکی از فیلمای دوربین استنلی اونجاست. با حال بد و کلی نگرانی میپرسه این فیلمو دیدید یا نه، که وقتی میفهمه از شانسش هنوز کسی ندیدتش، به سرعت باهاش به بیرون میره. همون لحظه‌ای که جانی دمپایی جنیفر رو برای بچه‌ها آورده تا بفهمن چی شده، استورک هم بهشون میرسه و میخواد استنلی رو بکشه، چون فکر میکنه همه چیز زیر سر اون و داره بچهای گروه رو سر کار میذاره. جانی هم سریع قضیه شب قبل رو تعریف میکنه و میگه متیو مقصر همه چیزه. اون روز کلانتر دوباره با صاحب کلبه یعنی ال به شکار میرن. استورک به شدت از اتفاقایی که افتاده عصبی و وقتی ال اشاره میکنه که غیب شدن جنیفر مشکوکه، بدون هیچ مکسی بهش شلیک میکنه و میکشتش. متیو رو میبینیم که هنوز روح و روانش به هم ریخته است و به کلبه جنیفر رفته تا بتونه با غم خودش حداقل یکم دیگه کنار بیاد. با شنیدن صدای جنیفر به سرعت به داخل میدو و موقع بالا رفتن از پله‌ها پاش لیز میخوره و میفته پایین. با به هوش اومدنش میبینه جنیفر زنده است و با تن سالم روی مبل نشسته. جنیفر بهش میگه بیا اینجا بشین، اونم در حالی که همش داره میگه غلط کردم به سمتش میره. متیو بغل جنیفر میفته و زجه میزنه تا ببخشتش. جنیفر هم نوازشش میکنه و میگه عیبی نداره، ولی همون لحظه یه تناب دار دور گردنش میندازه و در حال خفه کردنش بهش میگه معذرت خواهی برای این کثافت کاریتون کافی نیست. در همین حین اعضای گروه دنبال متیو میگردن تا به خاطر کارهایی که کرده مجازاتش کنن. اندی و استنلی به همون کلبه خرابه میرسن که اول فیلم با هم دیدیم. اندی تصمیم میگیره داخل اونجا رو هم بگرده و استنلی هم جنگلو. استنلی توی جنگل یه دفعه میبینه که جنیفر با یه لبخند وحشتناک جلوش وایساده. بدون هیچ مکسی به سمتش حرکت میکنه تا بگیرتش، ولی پاش توی تله خرسی میفته که جنیفر کار گذاشته. بعد با وحشت اندی رو صدا میکنه و وقتی اندی میاد، جنیفر از پشت با چوب بیسبال بیهوشش میکنه و همین کارو روی استنلی هم انجام میده. چند لحظه بعد میبینیم که استنلی به یه درخت بسته شده و جنیفر داره ازش فیلم میگیره. اول از همه یه موش مرده رو به زور تو حلق استنلی میکنه. بعد با استفاده از قلاب ماهیگیری پلکای اونو به سرش میبنده تا به هیچ وجهی نتونه چشماش رو بسته بذاره. حالا مقداری از گوشت و مایعات یه ماهی مرده به صورت استنلی میماله و اونجا رو ترک میکنه. بوی ماهی باعث میشه کلاغا به سمت استنلی بیان و شروع به نوک زدن بهش بکنن. کم کم به چشمای اون میرسن و اون که نمیتونه چشماشو ببنده، با هیجان چشماشو میخورن و باعث خونریزی شدید و در نهایت مردن استنلی میشن. حالا میریم داخل کلبه، جایی که اندی تازه به هوش میاد در حالی که روی چند تیکه چوب بالای یه وان حموم بسته شده. شلنگی داخل وان حموم افتاده و همینطوری هر لحظه داره اونو پرتر میکنه. جنیفر وارد کلبه میشه و بعد از بی‌توجهی به التماسای اندی همون کاری رو باهاش انجام میده که قبل تر اندی کرده بود. سرش رو به زور چند بار داخل آب میکنه تا خفه شه، ولی در آخر ولش میکنه. حالا مقدار خیلی زیادی اسید توی آب وان میریزه و یکی از چوبای زیر سینه اندی رو برمی‌داره. بعد بهش میگه تا وقتی بتونی خودتو بالا نگهداری سالمی، ولی بالاخره قدرتت کم میشه و مجبور میشی سرتو داخل این
این اسید کنی و بعد از اونجا میره بیرون. اندی چند لحظه تحمل میکنه ولی در آخر مجبور میشه خودش رو ول کنه توی اسید و در آخر تمام پوست و گوشش از بین میره تا میمیره. پمپ بنزین رو میبینیم، جایی که جانی تنهایی داره کار میکنه و دختری با دامن خیلی کوتاه برای بنزین زدن به اونجا اومده. جانی با لذت میره سمتش که ببینه کیو، همون لحظه جنیفر برمیگرده و با یه ضربه بیهوشش میکنه. وقتی که جانی به هوش میاد میبینه توی کلبه به یه سقف بسته شده. جنیفر میاد داخل و انتقام خودش رو از جانی شروع میکنه. اول از همه دونه دونه دندوناشو با خشونت از دهنش میکشه. بعد اسلحه جانی رو میاره و همونطوری که قبلا این کارو با خودش انجام داده بودن اونو به زور تو دهنش میکنه و مجبورش میکنه مثل یه وسیله جنسی با اون تفنگ رفتار کنه. جانی که پروتر از این حرفاست میخنده و نشون نمیده که داره دردی میکشه. جنیفر عصبی تر میشه و با استفاده از قیچی آهنبر همه دم و دستگاه جانی رو میبره و اونا رو توی دهنش میکنه. در آخر جانی از خونریزی به شکل بی‌رحمانه به سزای کاراش میرسه. بالاخره نوبت به آخرین و بدترین نفر میرسه. تلفن کلانتر زنگ میخوره و همسرش بهش میگه معلم دخترمون برای اولین بار اومده اینجا و کارت داره و گوشی رو بهش میده. جنیفر از اون ور خط به کلانتر سلام میکنه و اون بلافاصله برمیگره خونه تا همسر و بچه‌شو نجات بده. وقتی میرسه همسرش میگه که دخترمون با معلمش رفتن پارک. کلانتر استورک به پارک میره و وقتی میبینه هیچ کسی اونجا نیست به ماشینش برمیگرده، جایی که جنیفر منتظرش و بیهوشش میکنه. با باز کردن چشمش میبینه توی کلبس و اسلحه خودش توی باستنشه. آره، جنیفر تفنگشو گذاشته دم در عقب. جنیفر میاد تو، شروع به صحبت از درد تجاوز و اینکه چقدر آدمای عوضی ان میکنه. در آخر با عصبانیت بدون توجه به التماسای کلانتر تفنگو بیشتر و بیشتر فشار میده تو، ولی شلیکی نمیکنه. کلانتر که فکر میکنه همه چیز تموم شده میبینه جنیفر به اون سمت اتاق میره و پتو رو از روی صندلی برمیداره. اینجا میفهمیم متیو هنوز زنده است، فقط بیهوش شده. جنیفر تنابو به مش دست متیو میبنده، به طوری که اگه دستش کوچیکترین تکونی بخوره ماشه تفنگ توی باسن کلانتر چکیده میشه و هر دو نفرشون همزمان به بدترین شکل ممکن میمیرن. سپس از اونجا میره بیرون و میشینه تا صدای مردنشون رو بشنوه. کم کم متیو به هوش میاد. کلانتر التماس میکنه و داد میزنه تا دستش تکون نده، ولی کن ذهنی متیو بهش اجازه تصمیم گیری نمیده. اون سری از ترس میخواد بلند بشه که دستش حرکت میکنه و هر دو نفر در جا میمیرن. اینجا لحظه ای که بالاخره جنیفر لبخند میزنه. فیلم آی اسپیت آن یور گریف خوشنط بیش از حدی داره، ولی به خوبی نمایانگر اینه که عمل کثیفی مثل تجاوز تا چه حد میتونه روحیه و زندگی یه زن رو نابود کنه و ازش حتی یه قاتل سریالی بی‌رحم هم بسازه. از طرفی هم به ما یاد میده که جنیفر هیچ وقت خودش رو نباخت و با اینکه بهش تجاوز شده به معنای واقعی داشت میمرد، تونست زندگیشو دست خودش بگیره و اجازه بردن به مردای متجاوز رو نده. نظرتون رو برامون کامنت کنید و منتظر قسمت دوم و سوم این فیلم هم باشید. روزتون گلاسی.